دوستان، سروران و عزیزان همراه، درود بر شما. دوستان زیادی سوالاتی رو از من میپرسن، من هم جوابشون رو میدم، هم در یوتیوب و هم از طریق واتساپ. اما میبینم که بارها اون سوالات تکراری از من پرسیده میشه و من مجبور میشم که دوباره به تک تک دوستان جواب بدم. به همین خاطر تصمیم گرفتم ویدیوهای کوتاهی بسازم و به سوالات شما پاسخ بدم که همه دوستان متوجه جواب اون بشن. من در حد تجربه و دانشم این سوالات رو جواب میدم. اگر مورد قبولتون هست که فبها، اگر نیست خب میتونید از یک کسی که تجربیات بیشتری داره و دانش بیشتری داره هم پرسجو کنید. اولین سوالی رو که من الان میبینم، یکی از دوستان از من پرسیده که کار در مهد کودک میتونه برای اجاره خونه، ماشین و کلن زندگی در آمریکا اندازه هست یا نه، یعنی کفایت میکنه. عرض کنم که خیر، چون شما در مهد کودک اگر بخواین حداقل از 12 دلار تا 18 دلار هم که به شما مزد بدن و حد اکثر هفته 40 ساعت بخواین کار کنین، خب این کفاف اجاره خونه و قسط ماشین و خورد و خوراک رو نمیکنه. توی آمریکا هم بایستی که دو نفره کار کنن. مهد کودک کار کردن خب برای یه نفر خوبه، یه نفر دیگه جای دیگه کار کنه. برای همین هست که من دارم مشاغل معرفی میکنم و شغلهای خوب و پردرآمد رو معرفی میکنم که بتونین حتی با یک نفر هم کار کردن کفایت زندگی و خرج و مخارج رو تأمین کنه. در حال اینجا در آمریکا هم خب مثل خیلی از کشورهای دیگه گرونی هست، مخصوصا در بخش مسکن و همینطور ماشین. شما بایستی که جای دیگه هم کار بکنید تا بتونید تأمین هزینه‌تون رو انجام بدید. در حال این سالی بود که یکی از دوستانم از من داشت و خب احتمالاً باز هم مشابه کار کردن در مهد کودک رو از من خواهم پرسید و من اینگونه پاسخ دادم. دوست دیگه هم پرسید در مورد ثبت شرکت ها و چی کار باید کرد، چجوری میشه اینجا ثبت شرکت انجام داد. اون لازم هست که من یک ویدیو کامل درست کنم و توضیح بدم که چگونه میتونین اینجا شرکت تأسیس کنین. تقریبا آسونه این کار، مخصوصا برای کارهایی که شرکت‌های کوچیک، مثلا همون چمنزنی که قبلا خدمتون توضیح دادم، شما میتونید یه اتاقتون رو آفیس کنید و یه شرکتی رو تأسیس کنید اونجا و این کارها رو انجام بدید. پس من در این مورد حتما یه ویدئویی میسازم و جواب دوستان رو خواهم داد. خب این ویدئو که زیاد شد، حالا سوالات بعدی رو میذارم برای ویدئو بعدی. همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. شاد و تندرست باشید.